همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ما همراهه. شاهد، دادگاهی شدن حمید نوری نخستین محاکمه یکی از عوامل دخیل در کشتار سال 67 در خارج از ایرانه. برگزاری این دادگاه از چه جهاتی مهمه؟ برگزاری این دادگاه در درجه اول پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی در ایران. نخستین بار هست که یکی از کارگزاران کشتار زندانیان در سال 67 به جرم جنایت جنگی، قتل و همدستی در شکنجه و آزار غیر انسانی عملاً دادگاهی میشه. به این ترتیب توهمی که در جمهوری اسلامی وجود داشت که گویا اینها عملاً در برابر هر نوع رسیدگی قضایی مصون هستند و این باعث شده بود که بدون هیچ ترسی دست به جنایت بزنن و البته بعد از بازنشستگی در کشورهای دیگر هم سفر بکنن، عملاً این توهم از بین میره. به این لحاظ این دادگاه خیلی مهمه و عملا در شرایطی که به خاطر وجود رئیسی، ابراهیم رئیسی، توجه به کشتار 67 و اون جنایت در افکار می در دنیا پررنگ شده، روند یک تقریبا یک ساله این دادگاه میتونه توجهات و رسانه ها رو به سمت خودش جلب بکنه و مسئله ضرورت تشکیل یک هیئت بین‌المللی برای رسیدگی به 67 رو در افکار عمومی جهانی جدی‌تر می‌کنه. با این توضیحاتی که دادی، آیا میشه انتظار داشت که روزی بقیه دستاندرکاران این جنایت هم در دادگاه‌های بین‌المللی در جایگاه متهم قرار بگیرن؟ این امید وجود داره، اما اینو باید در نظر بگیریم که این طبیعتاً بستگی به دو عامل داره. یکی از اصلی‌ترین چهره‌ها خب ابراهیم رئیسی است. ابراهیم رئیسی چون الان رئیس دولت هست در ایران، طبق قوانین بین‌المللی مسئولیت داره. مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل در شرایطی این در واقع دستور تشکیل دادگاهی ویژه برای جنایت 67 رو بده، اون زمان اون دادگاه خواهد تونست به راحتی مسئولیتشون رو لغو بکنه و هر جای دنیا بازداشت بشه. اما غیر از رئیسی دیگه کسانی که عملاً مثل در واقع پور محمدی، نیری، اشراقی، افراد هیئت مرگ و کسان دیگه ای که در این حلقه دست داشتن به طور کلی، حتی کسی مثل نوری که مهره دست چندم هست تا درجات بالاتر در وزارت اطلاعات در دستگاه زندان اون زمان، هیچ کدوم مسئول نیستن. یعنی برخلاف رئیس جمهور، اگر یکی از وزرا از کشور خارج بشه و در جرم مثل جرم 67 یا سایر جرائم متهم بشه، به راحتی دادگاه ها که صلاحیت رسیدگی به این جرائم رو دارن میتونن بازداشتش بکنن. جرائم مثل جنایت جنگی، مثل در واقع جنایت علیه بشریت، مثل درگیری در کشتار عمومی، نسل کشی، که جمهوری اسلامی در مواردی به این در واقع جنایت مختلفی که انجام داده به این موارد متهم شدن مسئولین، مدیران و کارگزارانش. به این ترتیب عملا این امکان فراهم است، اما برای رئیسی یا باید منتظر بود ایشون رئیس جمهورش تموم بشه یا اینکه شورای امنیت در واقع دادگاهی ویژه‌ای تشکیل بده، متأثر از فشار عمومی که افکار عمومی درست میکنن در این سالها در پی پرونده در واقع رسیدگی پرونده حمید نوری. و البته اینکه میدونیم در حال رئیسی به هر جای دنیا سفر بکنه، بخواد که اسمش با کشتار گره خورده، آسان نخواهد بود سفر کردنش و همین توجه بیشتری به این موضوع جلب میکنه. باید امیدوار باشیم. ممنونم شاهد. همکارم شاهد علوی از واشنگتن.